خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران امروز 22 مهر 1402 برابر با 14 اکتبر 2023 دعوتی امروز من آقای منوچر صالحی پژوهشگر نویسنده نظریه پرداس و فعال سیاسی با تجربه سیاسی قبل از 1357 و بعد از 1357 تا به امروز دعوتی دارم آقای سالهی انقلاب مشروطیت در ایران میخواست برای اولین بار در کشوری مثل ایران در خاور میانه حکومت را زمینی کند، قانونمند کند، و تقریبا یک شکل پارلمانتاریسم در ایران با آشنایی با فرهنگ غنسانسی بخصوص اروپا در ایران بنیاد بگذارد. وقتی از یک سیستم پارلمانتاری صحبت می کنیم یعنی بر اساس احزاب، سندیکاها، انجمنها و ولی متاسفانه در ایران به این سمت پارلمانتاریسم که با تشکیل احزاب و آزادی احزاب یا نقش احزاب در دموکراسی ما حتی به ممنوعیت احزاب چه در زمان رضا شاه محمد رضا شاه به تا به امروز ولی اون دموکراسی که در غرب خصوص در قاره اروپا بعد از انقلاب مشروطیت ها بعد از انقلاب صنعتی انگلستان حدود سالهای 1850 میلادی اون شیوه تولید صنعتی ایجاد سندیکه ها و بعد سندیکه ها که ایجاد شدن با اون سیستم تولید احتیاج به احزاب سیاسی داشت که بتونه از این طریق جامعه وارد اصل دموکراسی مدرنیته و نظم و ترتیبی که بعدا ایجاد شد به مرور زمان ولی امروز بیشتر ایرانیانی که در تبعید هستند یا یک عده ای میخوان حضب در خارج از ایران بزنند بدون داشتن اون گهواره واقعی یا یک عده ای اصلا در دموکراسی ایران یا خاور میانه اصلا به حزب و تشکیلات اعتقاد میدارن آیا بدون داشتن آگاهی به سندیکه ها می شود مستقیم یک حزب ایجاد کرد آیا این تشکین و تفکر حزبی پایدار خواهد بود بفرماید آیا صالحی گرامی؟ ارز بکنم این سوال خیلی سخت جواب بشت خواهش بکنم مذرعت ساعت... بخوام نیم ساعت وقت دارید بفرمایید. اوکی, اوکی. ارز بکنم سوال سختی منتحد برای اینکه به این سوال بشه جواب داد من اول میخوام از علوم طبیعی شروع بکنم ببینید ما واسه اینکه یه مولکول آب داشته باشیم احتیاج به یک هیدروژن و دو اتم اکسیژن داریم اگه حالا اتم به یه اتم هیدروژن و یه اتم اکسیژن داشته باشیم آب نمیتونیم درست کنیم غیر ممکن بنابراین هر پدیده ای از نظر طبیعی لاغل حالا به دانش شیمی برخورد بکنیم احتیاج به یک پیش شرط هایی داره تا یه چیزی به وجود بیاد و این پیش شرط باید از رشد کافی برخوردار باشد و کمیتش باید کافی باشه برای اینکه یک کیفیت نوین رو بتونه به وجود بیاره در غرب سیستم تولیدی سرمایه داری از 1600 در ونیز ایتالیا و از اونجا باید میره به انگلستان فرانسه و کم کم در اروپا گسترش پیدا میکنه در آغاز سیستم سرمایهداری فقط در شهرهای اروپا وجود داشته نه, در... نه, بیرون از شهرها بعد در دوران فئودالیسم یه سیستمی به وجود اومد بود که شهرها استقلال داشتن از فئودالهایی که روستاها رو کنترل میکردن هرچند پادشاهی در اون بالا بود دولتی در اون بالا بود که هم مناطق روستایی و هم مناطق شهری رو تحت کنترل خودش داشت و از اینها مالیات میگرفت و امنیت به اصطلاح اینها رو تعمین می کن. در شهرها کم کم سیستم سرمایهداری شروع به رشد میکنه کارگاه مانوفاکتورها به وجود میان کارگاه های دوران فئودالی کم کم تبدیل به مانوفاکتورها میشن تقسیم کار نوعی به وجود میاد برای تولید یک کالا یه نفر همه کار نواد بکنه بلکه کار تقسیم میشه از این طریق باراوری نیروی کار بالا میره اگر یه نفر در یک روز میتونست یک جفت کفش تولید کنه حالا سه نفر که کار تقسیم کرده بودن در یک روز میتونستن چهار جفت کفش تولید بکنن یعنی از این طریق تولید مقدارش کمیتش بیشتر میشد به همین دلیل هم از طریق فروش و سودی هم که به دست میومد بیشتر میشد بعد با کشف ماشین بخار در انگلستان در واقع زمینه برای ایجاد ماشین های مدرن به وجود میاد که با نیروی بخار کار میکرد, میکرد و بعدم در تحولات بعدی وقتی که الکترسیت کشف میشه ماشین هایی به وجود میان که با برق کار میکنن که تا امروز دیگه اون ماشین های بخار از بین رفتن و ما این سیستم برق و مدرن باقی مونده که حالا نمیدونم مسایل مدرن چیپ های, الکترونیکی و این چیزها باعث این شده که اه، اه، ما با های تک, های تک یعنی تکنیک بسیار بالا سر و کار داشته باشیم دموکراسی بنابراین از این روند به وجود میاد که از یک طرف سرمایدار ما داریم از طرف دیگه روستایی برای اینکه وضع زندگی روستایی در اون زمان هم بسیار بد بود و شنفته بودن در شهرها نیاز به نیروی کار است دی روستاها رو ول کردن اومدن به شهرها و شروع کردن در کارخونها کار کردن و تبدیل به نیروی کار شدن در آغاز کارفرما مثلا به اینا میگفت بیا کار کن بهت اینقدر میدم در یک روز و 16 ساعت در روز اینا باید کار میکرد 8 ساعت واسه استراحت و استراحت داشتن اما 16 ساعت باید کار میکرد معلومه که این وضعیت غیر قابل تحمل بود یعنی کارگرها خیلی سریع مریض میشدن خیلی سریع میمردن مرگ و میر زیاد بود و زنای بیوه بچه های یتیم اینا همه در جامعه وجود باقی میموندن گرسنه بودن بعد زنا رو مجبور میکنن کار بکنن در کارخونه ها با این حال یک سیستمی به وجود میاد که روز به روز به جای اینکه وضع مردم بهتر بشه مردم فقیر در شهرها فقیرتر میشن در آلونک ها در کسافت زندگی میکردن و قصد الهازا این باعثی میشه که یه از روشن فکرای لیبرال که مال همون قشر سرمایدار و اشراف بودن میبینن این وضعیت غیر قابل تحمل برای خود اونا چون از خونه میان بیرون با گرسنه ها خیابون کسیف آلوده بیماری وقتی اونجا چیز میکنه اون موقع هم که پزشکی هنوز این نبود که بدونم ویروس و میکروب و اینا هست و اینا هم بهش آلوده میشدن بعد به این نتیجه میرسم باید یک تغییراتی انجام بگیره و این تغییرات شروع میکنن از کارگرا پشتیبانی کردن ای سعی میکنن کارگرای یه کارخونه رو با هم متحد بکنن که بتونن بعد به عنوان نماینده اینا میان با کارفرماها صحبت میکنن که آقا این وضعیت غیر قابل تحمل باید وضع اینا بهتر بشه حقوقشون بره بالا که اونقدر بتونن غذا مصرف بکنن که نیرویی رو که به کار میبرن بتونن باز تولید بکنن در حالی که در آغاز کارگرا بیشتر از اون چیزی که مزد میگرفتن میتونستن غذا بخورن باید نیرو مصرف میکردن و به همین دلیل از سلامتیشون دائم در خطر بود و گفت عرض کردم مرگ بینشون زیاد اینا باعث این میشه که،, که کم کم اول روشنفکرهای لیبرال میان به داد این کارگرای بی سرپرست و بی سواد و بی تجربه و این چیزها میرسن بعد به تدریج خود بخشی از این کارگرا که تونسته بودن س... رو یاد بگیرن صاحب سواد بشن و با کمک همون روشنفکرها شروع میکنم به سازماندهی کارگرا این سازماندهی اول در درون کارخونه هستش یک کارخونه همون پدیده ای که ما الان در ایران داریم مثلا شرکت واحد اتوبوسرانی رانی تهران مثلا خودش یه سندیکا داره یا شکر هفت تپه داره یه سندیکاس یعنی کارخونه ای واحدای محدوده مثلا سندیکای سراسری ما در ایران هنوز نداریم در اروپا هم اول اینطوری به وجود میاد و بعد کم کارگران وقتی که در یک کارخونه تونستن خودشون رو متحد بکنن نماینده هاشون میرن با کارفرما وارد مذاکره میشن که ساعت کار کم بکنن ساعت دستمزد بیارن بالا و این باعث این میشه که یک گفتمان میان کارفرما و کارگران به وجود بیاد و این در حوزه اقتصاد هم تئوریسین هایی پیدا میشن که مبلغ بازار آزاد بودن و حرفشون این بود که نیروی کار در بازار باید اونایی که صاحب نیروی کار هستن باید آزادانه نیروی کارشون رو بفروشن و از هم باید آزادانه این نیروی کار رو بخرن که آدم اسمیت در واقع مبلغ یا تئوریسی یعنی این نظریه بوده این باعث این میشه که هر دو طرف بالاخره بعد از جنگ و دفاع و خونریزی و آدمکشی و کارگرکشی و خیلی چیزها به این نتیجه میرسن که باید یک وضعیتی به وجود آورد که،, که, اون چیزی که در بازار هر کی میتونه کالاش عرضه بکنه و به هر قیمتی دلش میخواد بفروشه و خریدارم حق داره که به هر قیمتی بخره یا نخره این باید در سیستم تولید هم وجود داشته باشه و بنابراین کارگرا باید سازمان سندیکایی خودشون رو داشته باشن کارفرماها هم شروع کردن اتاقهای بازرگانی اتاق صنایع اینا رو به وجود آوردن یعنی از یک طرف کارفرما ها سازمان دهی شدن از طرف دیگه کارگرا و این دیالوگ اینا با هم دیگه کم کم تبدیل به سازماندهی کشوری شد و در اون سطح حالا نیاز به چی بود؟ نیاز به این بود که جامعه یک سازماندهی پیدا بکنه بر این اساس بر اساس گفتمان بر اساس رد و بدل کردن خواستا و احترام گذاشتن به خواستای هم دیگه و بنابراین سیستم سیاسی همین شکل و شمایلی که در سطح تولید به وجود اومده بود مجبور میشه این رو بپذیره یعنی دموکراسی چیزی نیست جز اینکه کارگرا در اتحاد کارگرا در سندیکاها و انتخاب رهبرای خودشون آزادانه در یک انتخاب دموکراتیک و همینجور کارفرمایان در اتاقهای بازرگانی و صنایع به انتخاب نمایندگان خودشون باز آزادانه باعث این میشه که حالا یک سیستم نیاز به یک سیستم سیاسی باشه که این آزادی در تعیین رهبران دولت هم زر وجود داشته باشه و این باعث این میشه که دموکراسی در اروپا به وجود بیاد البته این, این چیزی رو که ما امروز به عنوان دموکراسی در اروپا میبینیم اصلا در آغاز اینطوری نبوده در آغاز فقط کسایی میتونستن در انتخابات شرکت کنن که مثلا ده پوند در سال مالیات میدادن کارگرا اون موقع یک،, یک, پوندم پوند هم در سال نمیتونستن مالیات بدن چون درآمدشون اندک بود یعنی یه اقلیت کوچکی از جامعه مرفع حق داشت و انتخابات شرکت کنه اما این بعد کم کم از طریق مبارزه کارگرا چیز میشه میاد پایین میاد پایین تا اینکه در اواخر قرن نوزده آغاز قرن 20 حق رای عمومی میشه همه حق دارن اول زنا اول مردا بعد هم از 1920 بعد از جنگ جهانی اول به تدریج حق رای به خانوم ها داده میشه و از این طریق این دموکراسی که امروز میبینیم دایما هم میبینیم در حال تحول و دگرگونی و تکامله حالا برمیگردیم به خود این کشورهای سرمایداری که امپریالیستی هستند استعمارگر بودن در تمامی مدت جلوی رشد اقتصادی کشورهای را که اشغال کرده بودن می گرفتن هندوستان چین کشورهایی بودن که در اون زمان از طریق من صنایع مانیفاکتوری کالاهای بسیار نفیس و ارزشمندی تولید میکردن که تمام دنیا بهش نیاز داشت تمام این صنایع رو داغون میکنن مثل اینکه صنایع واسه پارچه های انگلیسی بازار به وجود بیارن برای نمونه بعد شروع اینا تا زمانی که میتونستن سعی کردن از جلوی صنعتی شدن کشورهای مستعمره جلوگیری کن اونجا که نتونستن سعی کردن این کشورها را از طریق بازی دموکراسی تحت کنترل بگیر برای این و ما هم که جز کشورهای عقب افتاده بودیم وقتی روشن ما تجار ما اومدن اروپا رو دیدن دیدن چه نظمی وجود داره این چیزا فکر کردن که اگر اینجا چون دولت قانون وجود داره اگر در ایران بتونیم دولت قانونی به وجود بیاریم متکی بر قانون و استبداد شاه از بین ببریم ایران گل و بلبل میشه که انقلاب مشروطه نتیجه اونه اما دیدیم نشد از بطن اون دوباره دیکتاتوری رضا پهلوی به وجود اومد دوران نهضت ملی باز بعد از جنگ جهانی دوم سعی شد در ایران دموکراسی به وجود بیاد با از طریق کودتا اون دموکراسی از بین رفت بعدم انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ظاهر دموکراتیک داره نهادهای دموکراتیک داره اما همزمان استبداد مطلقه رو قانونی کرده اگر تا در دوران پهلوی استبداد شاه ها غیر قانونی بود الان ما با استبداد قانونی رو هستیم خب معلومه که شما وقتی استبداد قانونی بکنید دموکراسی جایی نداره در این جامعه و شما میبینید که تنها نهاد دموکراتیکی که وجود داره انتخابات مجلس اما تمام مسابقات اون مجلس توسط شوراهای انتصابی تحت کنترل تصویب اگه اونا تایید کنن تصویب میشه اگه تایید نکنن برمیگرده به مجلس تا اون چیزی رو که اونا میخوان تصویب بشه اگر هم اختلاف وجود داشته باشه میره تو شورای مسلحت نظام که اونم انتصابیه بعد اون تصمیم میگیره که آره مجلس قانونش درسته یا نه باید اینطوری بشه یعنی مجلس ده یک پدیده بیخاصیت در جمهوری اسلامی حالا میخوام برگردم سر این مسئله که مثلا شما میبینید وقتی که امریکا به افغانستان حمله میکنه میگه ما اومدیم میخوایم دموکراسی رو در افغانستان توسعه بدیم آخه وقتی که اون هیدروژن اکسیژن برای تولید مولکول آب در هندوستان وجود نداره پدر سوخته تو چجوری میخوای اونجا دموکراسی تولید کنی یاد مثلا وقتی که اسرائیل در زمان بوش پسر به لبنان حمله میکنه که لبنان اشغال بکنه که بعد در جنگ سی سه روزه از حزب شکست میخوره خانوم کاندیلزا رایس که وزیر خارجه بوده گفت این زایش دموکراسی مدرن در خاور میان است این حمله یعنی اسرائیل داره میره اونجا که دموکراسی رو برقرار کنه یعنی اینا شروع دموکراسی شده ابزار سلطه ای 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 ادامه سلطه اینا بر کشورهایی مثل لبنان، ایران، افغانستان و غسل آزد. حالا برم سر ایران. در ایران در زمان مشروطه ما خواستیم دموکراسی به وجود بیاریم اما چون اون اکسیژن و هیدروژن به اندازه کافی نبودن شکست خورد همین جور این شکست باز در دوران نهضت ملی اتفاق افتاد چرا چون تعداد کارگرا کم بود صنایع اندک بودن و با کشف نفت در ایران دولت درآمد کافی داشت برای تأمین بودجه خودش اصلا به مالیات کارگرها و کارفرماها نیاز چندانی نداشت و بنابراین میتونست اراده خودش رو به همه تعمیر بکنه هم به کارفرما هم به کارگران امروز ما اینطوری نیست امروز از یک طرف به خاطر تحریم هایی که امریکا بر سر فروش نفت ایران بر سر فروش پتروشیمی کالاهای پتروشیمی ایران گاز ایران این چیزا و دهها تحریمی که وضع کرده دولت ایران دیگه نمیتونه با فروش نفت بودجه سالیانه خودش رو تعمین بکنه و مجبور شده از مردم مالیات بگیره امروز تمام اونایی که شاغل هستن و همه موظفن یک حساب بانکی داشته باشن و حقوقشون به اونجا پرداخت میشه همش با این سیستم مدرن دیجیتال تحت کنترل دولت و دولت از تمام شاغلین مالیات میگیره و از از کسبم از نمیدونم اونایی که کارخونه دارن نمیدونم در بخش خدمات کارفرما هستن قسل از همه اونا مالیات میگیره الان طبق اون اطلاعی که من دارم ممکنه مثلا دقیق نباشه 60 درصد از بودجه دولت از طریق مال کسب مالیات تامین میشه فقط 40 درصدش از طریق فروش نفت و اینا تامین میشه یعنی از این طریق دولت وابسته داره میشه به جامعه دیگه نمیتونه بالای جامعه نیست الان اومده مجبور با جامعه وارد دیالوگ بشه خود جامعه هم میگه من وقتی به تو مالیات میدم تو هم یه کاری باید واسه من بکنی بنابراین انتظارات مردم از دولت زیاد شده و نیاز دولت به مردم زیاد شده یعنی از هر دو طرف وابستگی زیاد داره ایش. از طرف دیگه هم زمانی که انقلاب شد آری که چون من اون زمانم کارهای تحقیقاتی میکردم مقالات می نوشتم، مقالات پژوهشی می نوشتم، اون زمان در دوران انقلاب ما یک میلیون کارگر داشتیم از جمعیت سی میلیونی ایران یک میلیون کارگر بودن سه میلیون دولت بودن حدود سه میلیونم در بخش خدمات خصوصی کار میکردن باقی در زندگی میکردن یعنی وقتی انقلاب میشه 60 درصد مردم هنوز در روستاها زندگی میکنن و اونا خارج از تمام سیستم مالیات گرفتن و کار و این چیزا بود الان ما بعد از 45 سال اولا جمعیت ما تقریبا سه برابر شده نزدیک 88 تا 90 میلیون نفر میشن این پناهنده افغانی اینا رو هم حساب کنی میشه تقریبا 100 میلیون نفر در ایران هستن یعنی سه م... جمعیت اون دوره اما تعداد و الان آخرین آماری که من همین دو هفته پیش از که اداره آمار ایران انتشار داده بود اونو مطالعه کردم در ایران 23 میلیون شاغل هستش که چیز میپردازه هم مالیات میپردازه و همین که عضو چیزه عضو های بازنشستگی و نمیدونم بیماری و این چیزا هستش و از این 23 میلیون 10 میلیون حتی شاید 11 میلیون کارگرن یعنی در صنایه کار میکنه و اون مابقی در بخش خدمات کار میکنه البته یه ادام هستن در ایران شاغلن منتها روزمره استخدام میشن و به اینها چون دولت یک حداقل مزد هر سال تصویب میکنه بخشی این کارگرا که روزمره استخدام میشن کنار خیابون میمونن بعد یکی میاد میگه بیاد من چهار تا بی نیروی کار احتیاج دارم اینقدر بهت پول میدم حاضری کار کنی اگه بپذیری میره کار میکنه نه بیمه هستش نه مالیات میپردازه و از خیلی چیزا محرومه و پایین اون سطح مزده در اقلن بهش میپردازن یعنی است، استثمار وحشتناک از اینا میکنه این وضعیت در ایران وجود داره منتها کارگرای ایران تا حالا نتونستن با این کمیت بزرگ خودشونو متشکل بکنن و بتونن سندیکه های سراسری ایجاد بکنن که از اون طریق بتونن اصلا قدرت خودشون قدرت چی میگن قولاس های خودشون رو به دولت و قدرتمندان نشون بدن دولت هم با اینکه که به مایات الان نیازمنده سطح با، چیزش وابستگیش به جامعه بیشتر شده منتها اون تاریخچه استبدادی جامعه ما و اینکه خود به خود قدرت دست اولیگارشی دینی در ایران است اولیگارشی دینی و بازار سنتی که هر دوی اینها با جامعه مدرن از جامعه مدرن در واقع یک برداشت اقلایی ندارن این باعث این شده که رژیم دینی در ایران برای ادامه سلطه خودش با تمام نیرو از تشکیل سندیکاها ها جلو میکنه در عوض ما من در یکی از این روزنامه های اصلاح طلب خوندم که در ایران 500 تا حزب ثبت شده منطقه این احزاب احزاب واقعی نیستن اینا همش گروه های دبیس نفری نفریه، همین حتی این احزاب اصلاح طلب نمیدونم کارگزاران سازندگی چیز این تمام این اسامی رو که شما میبینید اینا زور بزنید صد نفر دویست نفر بیشتر عضو نداره اینا هم همه کادرای بالا هستن اما عضو که سرباز باشه ندارن اینا همه از از استوار به بالا هستن تا جنران و به همین دلیل این احزابم نتونستن با توده مردم و از اون جمله با کارگرها یه رابطه متقابل دیالکتیکی برقرار بکنن که بتونن از طریق این رابطه اونها بتونن خواستهای اینا رو بشناسن و تبدیل به یک برنامه اقتصادی اجتماعی سیاسی بکنن و از طرف دیگه هم اگر هم وارد مجلس میشن دنبال اون خواسته خدا همون دیویست نفر صد نفر دیویست نفری هستن که عضو این حزب هستن و اونها هم به بخش بالای جامعه تعلق دارن نه به بخش کارگرا از... توی این... توی این کمیت اصلا حضور نداره و این مشکلی است که الان جامعه ما وش روبروه و به همین دلیل دموکراسی هم در ایران تا حالا نتونسته دوام اصولا ریشه بدونه یک درختی باشه که روز به روز تنومندتر بشه و بتونه اون شاخ برگاش سراسر جامعه ما رو بگیره سایش بیفته روی تمام جامعه و از این طریق در واقع وضعیتی به وجود بیاد که مردم خودشون بتونن در تعیین سرنوشت خودشون در حوزه کار در حوزه بیکاری در حوزه بهداشت در حوزه بازنشستگی در تمام حوزه های زندگی بتونن نقش داشته باشن فعال باشن این وجود نداره فعلا اما به قول معروف میگن هم همیشه همینطور نخواهد بود بعد الان با تغییر و تحولات فرهنگی که در ایران اتفاق افتاده الان در ایران تعداد دانشجوها از آلمان بیشتره در آلمان دو, دو هشت میلیون دانشجو در ایران نزدیک به چهار میلیون دانشجو و این خود این دانشجو تا سطح دانشگاهشون هم دانشگاه آزادم پایین باشه باز کلی آموزش میبینن کلی علم یاد میگیرن کلی با فرهنگ سیاسی آشنا میشن و شما امروز میبینید که سطح فرهنگ سیاسی در ایران از نظر من چندین برابر آلمانه شما من وقتی مقایسه میکنم میبینم و این فرهنگ سیاسی که اینجور داره غول به صورت انفجاری در ایران داره گسترش پیدا میکنه من مطمئنم در نمیخوام بگم حالا در ده سال آینده اما در 20 سال آینده تاثیر خودش رو بر جامعه ایران خواهد گذاشت و نهادهایی که لازمه پیش شرط و پیش شرط به وجود آمدن زیر ساخت دموکراسی در یک جامعه هستند به تدریج در ایران به وجود خواهد اومد بعد در اون موقع بعد اگر این دموکراسی به وجود بیاد دیگه با کودتا نمیشه سردگونش کرد با استبداد نمیتونه حریفش بشه اینا نکاتی بود که خواستم عرض کرده باشم در این که چرا ضرورت ایجاد سندیکاها به عنوان یکی از اون اتم هایی که برای تولید مولکول آب ما لازم داریم برای جامعه لازم مولکول دیگه احزاب هستن احزابی که بخش های مختلف جامعه رو نمایندگی میکنه بدون اینا میشه از دموکراسی حرف زد منتها هیچ وقت ما نخواهیم تونست در ایران یک دموکراسی به وجود بیاریم که پایدار باشه از حوصله شما متشکرم صدای شما رو نمیشنم خیلی ممنون از توضیحات شما در این مورد یه سال وقت داره کمه یه سال کوچکی دارم همزمان از جنبش مشروطیت تا به امروز بگم ما یه چپ هم در ایران داشتیم یا بگم داریم با توضیحاتی که شما دادید منم موافقم این برداشت این جنبش چپ که خودش یا نماینده یا نزدیک به خواسته های جنبش کارگری میبینه می این کمکاری بگم یا ناآشنایی جامعه شناسی سیاسی توسعه نیافتگی این از کجا شما میبینید چه علتهایی دارد والا ارز کنم که این تمام این گروه های چپ یا سازمان های چپی که الان در ایران هستن با طبقه کارگر اصلا رابطه نداره و این هم به خاطر اختناقی است که در ایران وجود داره این اختناق نه فقط به این سازمان ها اجازه نمیده با طبقه که خودشون نماینده اون میدونن یا متعلق به اون میدونن رابطه برقرار کنن بلکه حتی به احزاب دیگری که بخشای دیگه جامعه رو میخوان نمایندگی بکنن به اونا اجازه نمیده این یه ارز کردم ویژگی این استبداد دینی هستش که در و اون برجوازی سنتی تجاری ما که الان در واقع نقش تعیین کننده در تعیین سیاست روز جامعه ما دارن و اگه احزاب وجود بیاد به طور ما الان متاسفانه دهها گروه چپ و حوادر طبقی کارگر داریم اگر فضای دموکراسی به وجود بیاد خیلی سریع تمام این گروه ها تبدیل به یک جریان واحد خواهند شد و یک حزب با... یک حزب هر چقدر بزرگتر باشه هر چقدر در جامعه بیشتر ریش تبونده باشه بهتر میتونه منافع یک طبقه رو ازش دفاع بکنه و خواستای اونا رو بتونه تبدیل به برنامه سیاسی بکنه این به وجود خواهد اومد این پروسه ها خیلی سریع اتفاق خواهند افتاد مهم اینه که ما بتونیم این سایه استبدادی که در جامعه ما وجود داره از شر اون خلاص بشه این احتیاج نیاز به یک مبارزه دموکراتیک دموکراتیک داره که متاسفانه به خاطر همین مشکلاتی که عرض کردم این جنبشم ضعیفه در حال حاضر بعد ضعف این جنبشم باعث این شده که یک اپوزیسیون غلابی هم به وجود بیاد در خارج الان یه مقدارشم در داخل که وابسته با از طریق وستگی به بیگانگان میخواد در ایران به اصطلاح دموکراسی به وجود بعد این هم یکی از مشکلات دیگری است که جامعه ما باش رو بست. خیلی ممنون ما آقای ساله بزرگوار امیدوارم که بتونم در آینده نزدیک باز به شما باشم و بتونیم باز در این مورد و موارد دیگر از زحمات شما از صحبتهای شما از دانش شما استفاده کنیم من در خدمت شما هستم و خیلی تشکر میکنم که به من این امکان میدید که بنام نظراتم رو از طریق تلویزیون شما در اختیار افکار عمومی قرار. متشکرم آیه